به شما شما سمان اصریخ. حدود 2 هفته پیش در یکی از یشیواها یکی از معلمین تلمود تورا حالش به هم میخوره و انگامی که اون رو به بیمارستان منتقل میکنند و معاینات مختلفی رو به عمل میارن، دکترها میگن که اون به یک بیماری خیلی خیلی نادری مبتلا شده و از اونجایی که موارد ابتلا به این بیماری بسیار کم هست، تجربه های زیادی در دست دکترها برای شفا دادن اون مریض نیست و باید اون رو بستری کنن و آرام آرام به وضعیتش رسیدگی بشه تا اینکه سلامتی خودش رو پیدا کنه. دیگر معلمین تلمود تورا بلتب انگامی که این وضعیت رو مشاهده کردن و نگران حال همکارشون بودن، تصمیم گرفتن که به بیمارستان برن و از اونجایی که اونها یک شیوه خاسیدی داشتند و به هر حال خاسیدیم بیشتر سعی میکنن که با شادی و با آهنگ و موسیقی و شیرا و زمرا جو رو شاد کنند، این بود که عرض شود تصمیم گرفتن برن در بیمارستان و در اونجا عرض شود که یک وضعی رو ایجاد بکنن با خواندن شعر، با موزیک و اینها که یک روحیه‌ای به اون فرد بدن که به عزتش هم زودتر خوب بشه. وقتی که رفتن و با مسئولین بیمارستان صحبت کردن، مسئولین بیمارستان گفتن که به هیچ وجه چنین چیزی امکان نداره، اون برنامه‌ای که شما دارید یکی 2 ساعت طول می‌کشه و 2 ساعت اینجا بخواید گیتار بیارید و عرض شود شروع کنید به شعر خوندن و اینها مزاحم دیگر بیماران هست و چنین کار امکان نداره. اونها که مصمم بودن که اون فرد مریض رو به نحوی شاد کنن گفتن خیلی خوب، رفتن گفتن که حالا رایی داره نداره. پزشک معالج گفت که من میتونم که این مریض رو حدود 3 ساعت 4 ساعت مرخص کنم، ببرتش یه جای نزدیکی همین دور و برا و موزیک بزنید و شعر بخونید و اون رو شاد کنید و برگردونید، مشکلی نیست. اونها خوشحال شدن و فلفور رفتن ببینن که سالونی چیزی اون دور و برها است یا مثلا یشیوایی یا کنیسایی که مثلا یک سالون چیزی داشته باشه. هر جا که رفتن دیدن تمام اون سالون ها و تمام کنیسا ها و تمام محل هایی که به نحوی میتونستند 2-3 ساعت اونجا باشند و اون فرد رو شاد کنند و اینها تمام بلا استثناء پر هست و مراسم مختلفی است اونجا و به هر حال جایی پیدا نکردند تا اینکه متوجه شدند که یکی از تلمیدیم این معلم که الان مریض شده عرض شود که خونشون نزدیکی هست و تماس گرفتن به پدر اون تلمید که آقا چنین وضعی است، آیا خونه شما جا داره؟ ما 10-15 برخ هستیم، میخواییم بیایم اونجا و مراسمی به هر حال به مرحله اجرا بگذاریم، مقدار اون معلم رو شاد کنیم تا روحیش قوی بشه و از زودتر از این بیماری رهایی پیدا کنه. اون فرد رو با کمال میل میتونید بیاید و من یه سالونی دارم تقریبا بزرگ هست بدی نیست و بیاین اونجا و هر چیزی هم که لازم باشه تا اونجا که من بتونم ازتون پذیرایی میکنم و یک زخود بزرگی برای من هست. اونا رفتن در اونجا و وقتی که با همدیگر صحبت کردند، پدر اون تلمید که صاحب خونه بود با معلم که چه اتفاقی افتاده و اون معلم گفت که به چنین بیماری مبتلا شده که دکترها میگن بیماری خیلی نادری است، این بود که اون صاحب خونه گفت که اتفاقا این صحبتهایی رو که شما دارید میکنید، ما یک همسایه داریم که چند سال پیش دقیقا به همین بیماری مبتلا شده بود و اونم بهش گفته بودن که عرض شود اون بیماری نادری است و یک مقدار طول کشید که خوب بشه و الان من میرم و اون همسایه رو هم دعوت میکنم که بیاد اینجا و به هر حال اون تجربی که داره و اون مواردی رو که پشت سر گذاشته رو برای شما بگه که زودتر به عزتش هم خوب بشید. این بود که اون صاحب خونه رفت و خوشبختانه اون
مریضی که چندین سال پیش به این بیماری مبتلا شده بود و الان خوب شده بود، اون همسایه خونه بود و با کمال میل آمد و انواع و اقسام راهنمایا رو به اون فرد کرد و خوشبختانه هفته گذشته در اثر این راهنمودها و این راهنمایا و برنامه‌های مختلف و همچنین اون تفیلایی که همه برای اون فرد خوندن و زحمتی که اون گروه پزشکی برای اون فرد کشیدن، اون بیماری کاملا برطرف شد و اون سلامت کامل خودش رو پیدا کرد. حالا اینجا نکات آموزنده زیادی است در این واقعی که دو هفته پیش اتفاق افتاد. یکی از مهمترین نکاتی که ما میتونیم واقعا بهش پی ببریم اینه که انگامی که دوستان اون معلم اومدن که میخواستن اون رو شاد کنن، اولا بیمارستان اجازه نداد، دوما اینها هر جا که رفتن که اون دوروبرها یک محیطی رو پیدا کنن برای دو سه ساعت، تمام اون محیط ها پر بود و جایی پیدا نکردن و بعد این به فکرشون اومد که بیان خونه پدر اون تلمیدی که پیش اون معلم تورا یاد میگرفت و تمام این کارها را خودش بارخو کرد برای اینکه در اونجا اون بیماری که قبلا چند سال پیش به اون بیماری مبتلا شده بود و خوب شده بود و تجربه های مختلفی داشت که همسایه پدر اون تلمید بود، بیاد اونجا و راهنمایی لازم رو بهش بکنه و یک کمک چشمگیری بشه به این مطلب که ایشون بتونه زودتر از این بیماری رهایی پیدا کنه. پس این است که اگر ما میبینیم که یک موردی اونطوری که باید و شاید به مرحله اجرا گذاشته نمیشه، اون چیزی که ما میخواییم بهش نمیرسیم، یک فکری میکنیم، یک برنامه میریزیم، یک مشکلی پیش میاد و ما خیلی ناراحت میشیم. چرا مثلا این کاری که میخواستیم بکنیم نشد؟ چرا این برنامه که ریخته بودیم با شکست مواجه شد؟ چرا اون خونه گیر ما نیامد؟ چرا اون ماشین گیر ما نیامد؟ چرا این مسافرتی که میخواستیم بریم برنامهش ردیف نشد؟ و انواع و اقسام این چراهایی که وجود داره، باید بدونیم که اینها مصلحتی درش نهفته است که انشالله اگرم الان به اون خواستهایی که داریم بر طبق رضا و مصلحت پروردگار بزرگ نمیرسیم، بعدها خیلی خیلی چیز بهتر اگه دشوارخو نصیب بمون خواهد کرد. اینه که امید به هشم داشته باشیم و همواره شاد باشیم. ما در میشنای 7 از فصل 2 پیرخابوت هستیم و گفتیم که در ابتدا هیلل یک سری برنامه های منفی رو عنوان میکنه و تبعات اون رو بیان میفهمد و بعد یک سری موارد و برنامه های مثبت. و نکته ایست که ما میبینیم ایشون میفهمد مربن خاصی مربد آگاه، اون کسی که ثروت خودش رو زیاد میکنه در حقیقت بر غم و غصه و ناراحتی خودش افزوده، ولیکن در اون موردی که ما میبینیم بیشتر جنبه‌های مثبت درش مطرح هست، ایشون میفهمد مربد صداقا مربد شالوم، یعنی همونطوری که انسان گامی که دنبال عرض شود اندوختن مال و ثروت هست، این باعث میشه که به هر حال فکر و ناراحتی و گرفتاری اون زیاد تر بشه، باید بدونه که یک راهی برای این مطلب وجود داره و اونم صدقاست که میفهمد مربد صدقا مربد شالوم. کسی که تو فکر است، تو ناراحتی است، تو غصه است، ایشون سلامتی خودش رو به خطر میندازه، هیچ حرفی درش نیست. کسی که فکر راحت داره، کسی که اونطوری که باید شاید غصه نمیخوره و درگیر نیست، مطمئنا نمیشه سالم است. اینجاست که ایلر میفهمد اگر فردی میره و زیاد از حد ثروت اندوزی و مال اندوزی میکنه و این مطلب باعث میشه که غم و غصه زیاد بشه و زیاد شدن غم و غصه باعث میشه که به سلامتی اون فرد خدشه وارد بشه خاص به شالوم، این باید چیکار کنه؟ مربد صداقا مربد شالوم، برای اینکه سلامتی خودش رو به دست بیاره از اون چیزی که خداوند بهش داده، اون پول و ثروت و اینها، صداقا بده و این صداقایی که میده، این صداقا هم اون مالی که این فرد داره رو بیمه میکنه و هم فکر راحت نصیب انسان میشه که انسان بتونه سلامتی و شادابی خودش رو همواره داشته باشه. روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همه که ازن آرزومندیم. شالوم.